به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام، صبح بخیر به همه هموطنانمون هر جا که برنامه را تماشا میکنین. خوشحال و سرحال باشین. امروز روز شنبه هست، آغاز هفته. روز خوب و خوش و هفته خوبی پیش رو داشته باشین. من مریم خرمی هستم با همکارم ایمل جان، امروز تا 9 صبح با شما هستیم. سلام ایمل جان، صبح بخیر. سلامت مریم جان، سلام ما را هم قبول بکو و سلام وقت بخیری دارم برای شمایی که امی لحظه بیننده تلویزیون طلوع هستین و کسانی که دور از این سرزمین هستند. وقت شما هم بخیر، هم وطنان ما که به داخل افغانستان هستند. امیدوار هستم که هفته را به خیر و به خوبی آغاز کرده باشد. آرزو ما و مریم و همه همکارای ما خوشی و سلامتی هر یک شما عزیزان هستند. در نخستین بخش برنامه بامداد هستیم، بخش کلید نور و پاسخ به سوالات شما بینندگان خوب ما و مهمان ما هم در این بخش مهمان ما را هم مریم جان معرفی میکنه. بله، استاد عزت الله طارق با ما هستن، استاد دانشگاه و سوالات دینی شما. ما منتظر سوالاتتان هستیم. سوالاتتان را در کامنت بر ما میتونین بنویسین از طریق صفحه فیسبوک ما و ما سوالاتتان را با استاد طارق شریک میسازیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت علاقمندان برنامه بامداد. خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. آغاز هفتهتان بخیر استاد. زنده باش، سلامت باشی، تشکر. بریم به طرف نخستین پرسش در رابطه با آداب معاشرت در مسجد و یک تعداد کسا هستن استاد، شاید هم خودتان به این برخورده باشین که در مسجد میرن، تلفنشان مثلا زنگ میخوره، او را خاموش نمیکنن و یا خیلی هم بلند صحبت میکنن، باعث اذیت و آزار کسایی که اونجا آمدن به خاطر ادای نماز میشن و میخوایم که صحبت را از اینجا به خیر آغاز بکنیم. تشکر میکنیم. در رابطه به مسجد دو مورد است، یک آداب بیرونی است، یک آداب که لحاظ ظاهری و یک آدابی است که لحاظ معنوی است. از لحاظ معنوی را قرآن کریم خودش تشریح کرده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد از آن الله جل تدمتوه است. در مسجد غیر از امورات دینی و چیزایی که شؤون مسلمان ها می باشه، امور سرجم مسلمان ها می باشه صحبت کنه، نه قصه شخصی خوده یا مسائل دینی باشه که تبلیغش می باشه، آگاهی عامه در موردش می باشه، یا یک موضوع مهم مردمی می بوده باشه که مشکلات مردمی بوده باشه روش صحبت میشه. موارد غیر از این دیگه موارد حق کسی نداره که مسائل خانه خدا در مسجد صحبت کنن که معمولا در اطراف هم تو می باشه. در مسجد با نماز صبح همه قصه خانه خود می کنن که فلانی مشکل داشت، دی خانمی مشکل داشت، جواز نداره و الله جل تدمتو منع کرده که بغیر از امور الله جل تدمتو که رابطه دعوت و رابطه ایمانداری و دیانت است و امور مردم که سرنوشت مردم تعیین میشه، این موارد مشکلات مردم دیگه کس حق نداره. دوم موردش که خداوند جل تدمتو می فرماید خضوزین تکم انده کل مسجدن، وقتی که به سوی مساجد می رفتی خود زیبا بسازی، مزین بسازی، زینت داشته باشی. وقتی هنگامی که به حضور الله جل تدمتو استاد می باشی مزین زینت داشته باشی، هم زینت ظاهری است که لباس خوب بپوشش معطر بوده باشه. پیامبر صلی الله علیه و آله عطر می داد وقت طرف مسجد می رفت و خاطر که دوست اذیت نشد و پیامبر صلی الله علیه و آله منع کسایی که طرف مسجد می پیاز نخوره، گندنه نخوره و سیر نخوره. اگر کسی سیر خورد، پیاز خورد، گندنه خورد، پس به مسجد ما نزدیک نشه. کسایی که چنین کار را میکردن از دستشان میگرفتن تا بقی کسایی که مدینه منور رفته باشن، جنت البقی قبرستان است که حالا فاصلش یک کیلومتر از مسجد دور است، تا بقی میبردشان که دیگه طرف مسجد تبیه. و با صراحت هم ذکر کرده کسی پیاز و سیر و موارد خورد به مسجد ما نزدیک نشه، این به خاطر از این که دوستاش اذیت نکنن. بله. و میشه حضور ببخشید حضور مطرح ساخته و غسل کردن روز جمعه را واجب ساخته به خاطر از اینکه مردم در مسجد اذیت نشن. حالا بعضی دوستان اگر قصدن می باشه که گناهگار هستن، چنین کار رو میکنن و اگر سهوان می باشه که حالا ما میبینیم بعضی وقت تلفن ها روشن میمانه، اغلبا گاهی وقت از پیش سهوی می باشد، قصدن چنین کار نمی باشه. در سهو مرفوع القلم هستن، در سهو خداوند هم نمیگیره. اما اگر قصدن بوده باشه که مسجد امام مثلا سر نماز تلاوت قرآن کریم است، ساز افغان داده تلفن خود زنگ تلفنش میه و اجازه گرفتن از این را داره که باید خاموش بکنه، خاموش کنه. بله، به خاطر که نماز خودم با مشکل مواجه میکنه، نماز دیگران هم گرچه مذهب احناف در این مفصول سختگیری است، میگه عمل صورت نگیره که کسی نفر سیم اگر ببینه فکر نکنه که سر نماز است تا او اندازه، ورنه باز مکروه میشه. اما در مذهب امام شافعی، امام مالک
اشکال ندارد، تو تلفن هم میکشن خاموش میکنن به مذهب امام بنیفه، همه قدر مجاز است براش که خاموشش کنن نبینش که کی است. باز کسایی که مخصوصا حج رفته باشن میبینن دیگه مذاهب که است، تلفن که میبیننش که کی است باز قطع میکننش. اونا در مذهبشان اشکال نداره، گرچه شما را سعی کردنش مشکل است، اما ای که بلندش کنن بگیرن بلد. چرا که آنها مطابق حدیث نبی صلی الله علیه و سلم کسی که سلام هم بتواصل نماز باشند دست خدا بالا میکنن، یعنی علیک میگیرن. اما در مذهب امام بنیفه جواز نداره، ولی در کل تمام معیارهای عبادت باید مراعت کنه کسی که چون به حضور الله جل تزمتو میره، از تلفنش گرفته تا لباسش تا گپ زدنش تا برخوردش با دیگران همیشه در نظر بگیریم. ولی ما خیلی دوست داریم یک تعداد کسا هستن که همینطور خاکی میرن، هرچی که میگیش برش خدا کمی حداقل سر وضع تجور بکو، لباس خوب بپوش، به طرف مسجد میریم. بله. و او میگه ما از این خاک پیدا شدیم، در این خاک میریم، همونطور خاکی را دوست داره. دین ما به اساس برداشت نیست، حالا اگه به اساس برداشت میبود تیوز پشت پای قف پای باید ششته میشه. بله. چون در آن قف پای میره، تمامی به اساس فرمایشات و هدایت خدا و رسول است. اونا ذکر کردن که وقتی به مسجد می زینت تانه بگیری، وضو گرفتن است، عطر گرفتن است و لباس خوب بپوشی. حالا متاسفانه ما حتی مذهب امام ابو حنیفه سلاش نماز خواندن بسیار به تضرع میدانن نسبت به سرپوت بودن. ما میریم در مسجد هیچ که نیفتیم دستمال خود سر خود میتیم، در حالی که دستمال تا دادن خلاف مروت است، یا یک کلاه پلاستیکی را سر خود میگیریم، در حالی که کلاه پلاستیکی را اگه بگویی برو پیش عمر نایا کسی نمیره که کلاه پلاستیکی، اما به حضور الله جل تدمتو که کلاه پلاستیکی استاد میشه. نیاز نیست که کلاه بپوشی، حالا بسیار مهم نیست که کلاه بپوشی. اگر درست از زینت تعریف کردن دانشمندا به آدم ریسفه زینت چیزی که اگر بپوشه، حالا خودت اگر میری زینت تمیز که همون تو یک درجه کدگی بری، از هر کس فرق میکنه، اگر انجینر میره اگر روحانی میره، روحانی حالا اگر روحانی را مکلف بگردان در مسجد درشی پوشش مناسب نیست، برای روحانی لباس روحانیت، برای یک انجینر لباس خوب خودش که در عرف برش تعریف کرده خوب است. پس بنا تو نمیشه که ما خاکی باشیم، پس خاکی باشیم که سر خاک نماز بخوانی نمازت نمیشه دیگه. بله. خب بریم به طرف سوالات هموطنای ما. بله، کامنتایی که شما برامون داشتین، سوالات دینیتان. سخیداد سلحشور سلام و صبح بخیری گفته و سوالش اونی است که یک شخصی یک زن بیوه را میگیره و زن بیوه یک دختر میداشته باشه و او خانم بیوه را بر خودش میگیره و دخترش را بر بچه خود میگیره، در این مورد کمی روشنی اگر شما بتین و معلومات بتین. خب خانم بیورک وقت زمانی به خودش گرفته، دختر از او که کلان شده با دخترش که مناسبت نداره، دختر از خود خانم بیوست، او رو میتونه که بچه خود بگره، اشکال نداره. بله. اما خودش نمیتونه که، گاهی وقت در خودش هم باز کمی روشنی میندازیم، اگر خودش خودم بیوره میگیره اما هم بستر امراش نمیشده باشه، پس طلاق میتونه، میتونه که دخترش هم بگیره، اما بالعکس نمیتونه. یعنی اگر با دختر عقد نکاح کنه ولی که هم بستر هم نشده باشه، باز مادرش نکاح کرده نمیتونه، که یک مبحث جداگانه بود خارج از سوال. اما اگر خود بیوره به خودش بگیره، دخترش و پسرش بگیره، اشکال نداره. بله. و دوست بعدی ما هم آقای سادات در رابطه با سجده سهو سوال پرسیدن، گفته در مورد سجده سهو که بعضی از علما میگویند به دو طرف سلام داده شود، و گفته یک تعداد دیگه میگه که به یک طرف سلام داده شود، که نظر شما در این رابطه چی است؟ سجده سهو به ترک واجب، سجده سهو لازم میگرده. خب امی جواب هم خود ذکر کرد، مذهب احناف میگه یک سلام طرف راست که سلام داد، سجده سهو خود انجام بده، بعد امو ترتیباتش هست که تحیات اثر میخونه و تا علامه را بنا. اما مذهب امام مالک امام شافی میگه هر دو طرف سلام در بده، مذهب احناف به این خاطر هر دو طرف قبول نمیکنه، یعنی قبولش به هر صورت انجام نمیده، به خاطر که هر طرف میگه سلام دادی از نماز خلاص شدی، خارج شدی. بله. ولی باید یک بند به نماز بوده باشه که سجده سهو انجام بدی. بنان مطابق نظریه احناف یک طرف سلام میتی سجده سهو میکنی، حالا مطابق نظریات مذاهب دیگر دو طرف. بنان نتیجه گیری همی است که هیچ مشکل نیست، چه یک طرف سلام میتی چه دو طرف سجده سهو صورت میگیره. بله. سوال بعدی از رامین خان همدرد هست، سلام و صبح بخیری گفته و گفته هرگاه یک طفل نوزاد قبل از تولد یعنی در رحم مادر خود فوت کنه، آیا نماز جنازه براش خوانده میشه یا نه؟ نه، طفلی که مرده به دنیا میاد نماز جنازه باز نداره، چون وفات وقت مدار اعتبار است که حیات با حیات یا زنده بیرون بیه، اول که یک دقیقه بیرون زنده باشه باز وفات کنه، جنازه سرش خوانده میشه. اگر وفات کردگی بیرون بیه باز جنازه بالش نیست. بله. و دوست بعدی ما هم احمد رشاد عزیزم سلام وقت بخیر تقدیم کرده، گفته به شما فقط خب نام
بریم به طرف امین سوال میشه که بله و اوشنگ هم میخواییم سوالش مطرح بکنیم. گفته در زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم مقدار کافی لباس برای تن پوشیدن نبود، به همین لحاظ مردان فقط از ناف تا زانو لباس میپوشیدن، پستکه و یا لباس لونگی یا دستار که به گفته ملایان حضرت پیامبر با سر میکردن از کجا میشد؟ خب یکی خو یک مقوله است میگن که لباس نبود، چگونه لباس نبود؟ مردم تجارت میکرد، لباس بود، چیزی نبود، دور سنگ بوده باشه که لباس نبوده باشه. اما در مجموع پیامبر علیه السلام از مردار گرچه خودش مشخص نکرده، بعدا فقها ذکر کردن، لحاظ عرف تعیین کردن که از زیر ناف تا زیر زانو حداقل اینم قدر پوشیده باشه که تا نمازش انجام صورت بگیره. و او احکامی را که بیرون میکنه معنا از این است که اگه لباس نبوده چون این احکام بوده باشه. ده ها موارد دیگه احکامی است که تو معنا از این نمیته که خب نداشته مردم یا داشته مردم. مثلا نماز گفته که بالای مرکب هم نماز نفل میشه، المان از نیست که کل مردم مرکب داشته پیاده رفتن نمیتونستن و گفته چون حکمش بیرون شده. پس این لازمی بوده در اون وقت که حداقل چنین بوده باشه. چرا کسایی هم تنها خاطر لباس پوشیدن نیست، یک نفر به خاطر شب استراحت میکنه لباس نمیپوشه، تنها قدر یک چیز میپوشیده باشه. یک نفر میره دوا بازی، یک تنبان در جانش هست، نیاز نیست که بپوشه، میتونه نماز خدا بخونه، این حکمش هست. پس حکم تنها خاطر از این است که مجبوریت بوده باشه. دو موضوع است که موضوع لنگی هست. لنگی اصلا در وقت پیامبر علیه السلام ظاهرا که پیامبر علیه السلام که لنگی میزد شفش در زیر زنخ خود میگرفت. پس این نشان دهنده است که در وقت جنگای لنگی زده میشده، گرفتن در سرش از. اما به این شکلی که ما میزنیم یه عرف افغانی است، هیچ نه کسی دین گفته نه دیگه. موردش قبلا هم ذکر کردم، برای یک روحانی لباس روحانیش امو است که سنت میگه، در مورد خود میگه، در مورد کسی دیگه نگفته. اگر میگم به خاطر از سنت هم تعریفش فقه چی عرف کرده که یک لباس منظم روحانی هم است که لنگی داشته باشه. لنگی را ما میبینیم، باز لنگی شف نداره، بازش داره. و یک از پیامبر علیه السلام روایت شده گاهی وقت دو شف داشته، گاهی وقت زیر زنخ میگرفته، که نشان دهیده است که حالت نرمال نبوده، در حالت جنگ و حالت سفر بوده که پوز خدا میپیچاندن، به خاطر خاک لباب خراب میکنه، از این جهت بوده. بعد که دوستا که صحبت میکنن سنت است، سنت هم از دل خود میگن، یعنی به این معنی نیست، چون لباس روحانیت است، لباس روحانیت لباس خودش پوشی سنت میبوده باشه، نه ای که خواه ما خدا وقت بوده باشه حال جان خدا پت کرده میتونستن سر خدا پت کنه. خب سوال بعدی را شاولی پیوند پرسیده و سوالشانی است که بعضی کسان نماز خدا بسیار و سرعت میخوانند و زمانی هم که مسجد میرن نماز چهار رکعتی را دو رکعت میخوانند، بسیار عجله میداشته باشند که زود از مسجد براین، در مورد از این که چه حکم دارند؟ پیامبر علیه السلام گفته دوز خوب بد است، بدترین دوزی است که از نماز دزدی میکنه. نماز باید با تمام معیارش انجام بده. حالا اگر کسی سرعت نماز انجام میده، رکوش حداقل پایین میکنه، سجده نماز فرضش انجام صورت گرفته، نماز گردنش ساقط میشه لحاظ فرضیتش، اما نماز کی را به حضور خدا نزدیک کنه، نماز کی را سبب سعادت شوه، نماز کی سبب بخشش شوه نیست دیگه، او از نماز دزدی کرده. گرچه پیامبر علیه السلام در حضورش چنین نماز صورت گرفت، نماز شب پس گفت سر بخوان، تو نماز نخواندی، سه بار تکرار کرد نخواند، نتانست. بعد برش خودش گفت که این گونه رکوعت که منظم باشه، قیامت منظم باشه. حالا نماز اگر ما هر چقدر آیسته بخونیم از 4 دقیقه وقت زیاد نمیگیره، 5 دقیقه. دوستایی که دو قام خسته میشن و زله میشن دیگه، ایمان خود تجدید کنن، یک مقدار سیقل بزنن دیگه. بله ما باید کمک چای بگیرم که زیاد گلونم خشکی میکنه. خب خصوص بر شما پرتاب میکنم، نشستم، تشکر. سوال بعدی را شریک میتازیم با شما اگر وقت باشه، برای جوابش که گفتن چرا اسلام با همه پیروش به دو مذهب سنی و شیعه تقسیم شده؟ خب این خو از بهتر بودنش است. در آمنتبولا را کل ما و شما یاد داریم، در آمنتبولا هیچ کس اختلاف نداره که ایمان به خدا اختلاف نیست، ایمان به ملائک اختلاف نیست، ایمان به کتابهای آسمانی، ایمان به روز قیامت، ایمان به اندازه خیر شر ده اختلاف نیست. و در 5 بنای مسلمانی هم اختلاف نیست، در روزه فرضیتش کسی نگفته، در نماز، زکات، حج و کلمه. اما در چگونگیش از چگونگیش خو این اختلاف و خاطر از این هم است که چگونه هر کدام سعی کردن که سهولت به بار بیارن.
هیچ کدامی تو یک موردی نیست که در یک کس پیش یک کسی حلال باشه پیش یک کسی حرام بوده باشه. حالا مسئله حج ببینیم، مسئله حج اگر کلش یک مذهب می بودن شاید تعطیل میشد مکه مکرمه برای 30 روز 40 روز، چرا که کلش یک رقم انجام میدادن. اما مذاهب مختلف است، یک روز یکیش میگه که کار شود، دیگر روز دیگه‌اش میگه، دیگر روز همین 3 میلیون نفر به چند مذهب تقسیم میشن که در آن واحد کلش یک کار انجام نمیتن. پس اما تو در قربانی میریم، اما تو در موارد ما عرف جداست، اخلاق ما گرچه تعریفش واحد است اما نحوه روش جداست، کردار ما، تعامل ما، چیزی را که ما مثلا در عربستان انجام میتیم اینجا انجام دادنش درست نیست، لحاظ اخلاقی درست نیست. چیزی را که مثلا مسئله طلاق است، طلاق کجا یک رقم است، یک دیگر رقم است، اما طلاق طلاق است. نکاح کردن اینجا چند بار میری تشریفات انجام میتی، نکاح میکنه، اما در کشور عربی خود بچه میره پدر دختر میگه دختر برای من بده. بنا احکامش فرق میکنه و فقها تقسیم بندی کردنی خوبی اسلام است نه بعدش. خیلی هم سپاسگزار هستیم استاد، خوش آمدید. وقفه میگیریم و پس از وقفه دوباره برمیگردیم.